همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد برای بررسی تجمع سراسری امروز بازنشستگان در تهران و ده‌ها شهر دیگه. صلاح، خیلی خوش اومدی. میخواستم توی رابطه برامون توضیح بدی که خلاصه موضوع چی بوده، مشکل معیشتی این بازنشسته ها چیه و چه خواسته هایی داشتن؟ با تشکر از شما یاسر و با سلام به بینندگان عزیز. میدونی که ما تعداد 3,500,000 بازنشسته سازمان عدالت اجتماعی رو داریم که این تعداد حقوقشون اکثرا زیر 3,000,000 تومانه، یعنی 2,800,000 تومانه که کفاف زندگی مردم و کفاف زندگی حتی یک نفر رو نمیده. با توجه به اینکه خط فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندی 10,000,000 تومانه. خب خبرگزاری ایرنا نوشته بود که حقوق این بازنشسته ها با 30 سال، 35 سال سابقه کار 3,000,000 تومانه که البته اینم باز واقعیت نداره، از اینم کمتره. امروز 21 دی، همونطور که اشاره کردید، در خیلی از شهرها، ده‌ها شهر ایران، این بازنشسته ها دست به اعتراض زدن جلوی مراکز حکومتی، از اون تو تهران تو خود جلوی مجلس، و خواهان حقوق خودشون شدند و گفتن خلاصه که این وضعیت ما نمیتونیم تحمل بکنیم. حتی یکی از اونا میگفت که ماکسیموم حقوق ما توی امسال 200 تا 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده که اصلا هیچ نسبتی با میزان تورم و گرانی نداره. حرف اصلیشون این بود که باید متناسب با تورم و گرانی حقوق اونا هم افزایش پیدا بکنیم، بخصوص که این اصلا دیگه مینیمم قانون خود همین رژیم هم هست که باید به نسبتی که تورم هست به همون میزان حقوق بازنشسته و حقوق کارمندا افزایش پیدا بکنه. به همین دلیل شعار میدادن که ما حقوقمون ریالیه ولی هزینه هامون دلاریه و آخوند روحانی رو مخاطب قرار میدن که باید جواب ما را بده. حتی یکی از این مربیان معترض که در این تظاهرات شرکت کرده بود در این اعتراض میگفت که با اینکه 2 سال از چیز گذاشته، حق بیمه ما گذاشته، ولی حقوق بیمه ما را هم حتی پرداخت نکردن. یعنی اینجوری نیست که فقط حقوقشون کم باشه، سایر حقوق و مزایایی هم که باید در نظر بگیرن اینا را هم یا نمیدن یا مینیموم ها را پرداخت میکنن. تعداد از این خانواده های کارگرا و خود کارگران بازنشسته به خاطر گرانی و تورم و به خاطر اینکه وضعیت خلاصه معیشت یا همچون وضعیتی داره، خلاصه فریاد میزدن کارگر گرسنه، بازنشسته گرسنه، و اینا دست به اعتراض. یکی از زنان میگفت حتی ما نمیتونیم شیر خشک برای بچه های کوچکمون بخریم. یعنی یه همچون وضعیتی داره و به همین دلیل دست به اعتراض زد. هموطنی گفته که مردم و کانون های شورشی باید از هر فرصتی برای ضربه زدن به رژیم استفاده کنن. نوع تجمع، مناسبت، روز مهم نیست، باید هر بحرانی رو به سرنگونی سمت و سو داد. اگه موافق باشی سارا جان لحظاتی از این تجمعی که خودت گفتی رو با هم ببینیم و ادامه بدیم. حالا سوالی که مطرحه اینه که سالا چرا سازمان تأمین اجتماعی خب حقوق اینا رو پرداخت نمیکنه؟ خب میدونی که این بازنشسته ها در دورانی که داشتن کارشون رو میکردن، سابقه 30 سال، 35 سال خدمت دارن، خلاصه کاری که کردن در طول این مدت، در طول این 35 سال، اینا بخشی از حقوق ماهانه خودشون رو به این سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردن، برای اینکه در زمانی که سنشون بالا میره، به دوران کهولت میرسه، اینا بتونن از این پسنداز استفاده بکنن. حالا همین سازمان تامین اجتماعی همین حقوق حقه اینا رو که حق خودشونه، تازه اون موقع که اینا این پول پرداخت کردن قیمت ریال اینقدر ارزون نبود و قیمتش خیلی بیشتر بود، بله. اون پول پرداخت کردن، ولی با این حال این پول ارزون رو هم حتی به اینا بر نمیگردونن. به خاطر علتش اینه که سازمان تامین اجتماعی اومده در یک زدوبندی با دولت شیاد آخوند روحانی 307 هزار
میلیارد تومان از منابع مالی خودشو به دولت داده که دولت بتونه مسائل به اصطلاح قارت و چپاول و نمیدونم صدور تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه و سوریه و لبنان و نمیدونم موشکی و هسته‌ای و اینا رو پیش ببره، یا ارگانهای سرکوبگرش رو تقویت بکنه با این پول و از حقوق حقه این بازنشسته ها گرفته. این سازمان تامین اجتماعی یه همچون حجم پولی به دولت داده، دست کرده تو جیب مردم برای کار خودشون، و به همین دلیل الان خیلی از ارگانهای مثلا مراکز درمانی که باید حق بیمه این بازنشسته ها را بدن، چون میدونی که بازنشسته ها چون سن و سالی هم ازشون گذشته، خب بالاخره الان بیشتر از دوران جوانی به نیازمند دارو و درمان و بیمه درمانی هستن. ولی الان این مراکز درمانی به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی دیگه بودجهشو به حساب به دولت داده و به اینا پرداخت نمیکنه، اینا هم همکاریشون رو با این قطع کردن. این وسط از جیب همین بازنشسته ها در واقع خورده شده و پاسخگو نمیده. به همین دلیل یکیشون اشاره کرده بود که ما دو ساله حق بیمه‌مون رو دریافت نکردیم و نمیتونیم بگیریم. یعنی الان اینا اگه مریضی داشته باشن، دارویی بخوان بخرن، مجبورن با در بازار سیاه و با چندین برابر قیمت این دارو رو بخرن. در طول حاکمیت آخوندی هم ضمناً اینم در نظر داشته باشید، همیشه طبق قانون هم که گفتم باید به نسبت تورم و به نسبت گرانی حقوق کارمندا و بازنشسته ها افزایش پیدا کنه. مثلا همین امسال بر اساس اون چیزی که بانک مرکزی رژیم اعلام کرده، تورم 41.2% بوده، ولی بر اساس اون چیزی که خود رژیم اعلام کرده، افزایش حقوقا 21% بوده. یعنی اینجا حالا هم 41% تورم غیر واقعیه، چون خیلی از اجناس 2 برابر گرون شده، 3 برابر گرون شده، بعضاً 4 برابر. نه. یعنی در نتیجه تورم میشه 200-300 بعضاً 400%، نه 41%. نه. اونجا 10 برابر کم کرده از تورم. از اون طرف هم حقوق که میگه 21% افزایش دادیم، خب اگه 21% افزایش داده، باید اون کسی که 2,800,000 تومان میگیره باید حداقل 600-700,000 تومان به حقوقش اضافه میشد، ولی همونطور که اشاره کردم ماکسیموم 200-300,000 تومان اضافه شده. در نتیجه میشه 10-12% اضافه شده. ببینید در هر جور که حساب بکنی، بله، از جیب این مردم محروم و کارمندان محروم و بازنشسته محروم رژیم میزنه. به همین دلیل اونا در تظاهرات شعار میدادن، در بعضی جاها میگفتن فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. یا یه جای دیگه گفته بودن تا حق خود نگیریم از پا نمینشینیم. در واقع الان این دور دوم اعتراضات بازنشستگان در همین هفته. از 17 دی ماه هم میدونید که در 21 شهر اعتراضات داشتیم. بله. الان هنوز یه هفته نشده، دوباره در 10 شهر دیگه این اعتراضات، اونم در دوران که کرونا هست. بله. و تهدیدات خاص خودش داره. ولی علی‌رغم همه اینا استخوان آنچنان به در واقع کارد به استخوان مردم رسیده که دیگه مردم مجبور این تهدیدا رو به جون میخرن و میان تو خیابونا و همچنان اعتراضات میکنن و مطمئنن مردم در پیوند با کانون شورشی به حقوق حقی خودشون میرسن. البته همین امروز روزنامه حکومتی مستقل روز 21 دی 99، همین امروز نوشته، ببین من از روش میخوام، نوشته مجاهدین میخواهند با کانونهای آشوب خود، منظورش کانونهای شورشیه، اختشاشاتی به راه بیندازند درست مانند خطی که در آبان 98 در پیش گرفتند که دامنش به تخریب‌های بی سابقه و به گفته وزیر کشور با آتش زدن صدها مرکز دولتی و امنیتی انجامید تا استراتژی براندازی رو پیش ببرند. و من اینجا اضافه می‌کنم که راهکار نهایی برای اینکه حقوق حقیقی مردم به دست خود مردم برسه، همین استراتژی براندازی و سرنگونی تمامیت این رژیم. بله، همین که خود بازنشسته‌ها امروز تو شعاراشو گفتن و شما گفتین. خیلی ممنون سر از شرکتتون گفتم. تشکر.